سرخط خبرها. در گذشته امیر کویت بعد از یک دوره بیماری، شیخ نواف احمد صباح جانشین برادرش می شود. قصد دولت ترامپ برای قطع ارتباط نظام مالی ایران با جهان. خبرگزاری بلومبرگ می گوید آمریکا تحریم دست کم 14 بانک ایرانی را بررسی می کند. بیش از 1 میلیون قربانی کرونا در جهان. دبیر کل سازمان ملل همه کشورها را به همکاری برای مقابله با کووید 19 دعوت کرد. گفتن چون که رفتین رسانه ایش کردین، ما همچنان نگهش میدانیم. بنک ما رو تهدید کردن. و انتقال یکی از دراویش گنابادی به بیمارستان روانپزشکی امین آباد. همسر بهنام محجوبی میگوید جان این زندانی در خطر است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. امیر کویت درگذشت. تلویزیون دولتی کویت ساعتی قبل پخش عادی برنامه‌های خود را متوقف کرد و بعد از پخش آیاتی از قرآن مرگ شیخ صباح احمد جابر صباح را تایید کرد. او 91 ساله بود و از حدود 3 ماه پیش در آمریکا در بیمارستان بستری شده بود. شیخ صباح از 14 سال پیش امیر کویت بود و نزدیک به نیم قرن هدایت سیاست خارجی این کشور را به عهده داشت. شیخ نواف احمد صباح برادر او و ولیعهد کویت قرار است جانشین او شود. برای صحبت بیشتر در این باره همکارم کیوان حسینی اینجا با ماست. کیوان، درباره وضعیتی که الان کویت باهاش مواجه خواهد شد چی میتونیم بگیم؟ شیخ نواف چه جور آدمی و چه سیاست هایی داره؟ این نظام سیاسی کویت در مقایسه با تمامی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نظام کاملا منحصر به فردی هست و اگرچه برخی از اون ویژگی های این کشورها رو از جهت امیرنشین بودن یا اداره کشور به شکل سنتی و قبیله گرایی داره، اما از طرف دیگه میشه این کشور رو دموکراتیک ترین کشور اون منطقه هم توصیف کرد در مقایسه با باقی این کشورها. و علتش هم این هستش که در کویت به ویژه در دو دهه اخیر پارلمانی شکل گرفته که این پارلمان به مرور قدرت گرفته و قدرتش هم واقعی هست، برخلاف شوراهایی که امکان داره در کشورهای دیگر تشکیل شده باشه و قدرت سیاسی چندانی نداشته باشه. یعنی امیر کویت هر چند که در نهایت کنترل کاملی بر سیاست خارجی و امنیت کشور داره، یا یعنی اینکه حتی این قدرت رو داره که پارلمان رو منحل بکنه، و البته از این قدرت هم امیر کویت استفاده کرده شیخ صباح، اما از اون طرف پارلمان انتخاباتی برگزار میشه، کسانی وارد این پارلمان میشن که لزوماً شاید همشون با امیر کویت و همه سیاستهاش موافق نباشند و در مواردی قدرت دارن در حدی که بتونن حتی وزرا رو جابجا بکنن. حتی در ارتباط با جانشینی امیر هم قانونی وجود داره که الان شیخ نواف باید بره به پارلمان و اونجا 2/3 اعضای پارلمان باید بهش رأی بدن. با توجه به رقابت‌های درون خانوادگی که در آل صباح وجود داره و نکته حاشیه‌ای که سنت قدیمی زیر پا گذاشته شده با ولیعهد ایشون در ارتباط با اینکه بین دو شاخه آل جابر و السلام که نوبتی در واقع قدرت رو در دست می‌گرفتن، الان دو نفر پشت سر هم از یک شاخه خواهند اومد، احتمال داره که مسائلی هم در پارلمان مطرح بشه. ولی خب از طرف دیگه ایشون هم 83 سال سن داره و اگر کسی بخواد جانشینی ایشون بشه هم خیلی کوتاه بتونی جواب بدی. درباره یه سیاست خارجی کویت چی میدونیم؟ چقدر ممکنه الان تغییر کنه؟ چون به نظر میرسه که خیلی متفاوت بوده با دیگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس. شیخ صباح، در واقع امیر کویت خودش همونطور که گفتیم مدت خیلی طولانی وزیر خارجه کویت بود و به همین دلیل وقتی که امیر کویت شد به یک امیر کاملا استثنایی تبدیل شد، به خاطر اینکه 40 دهه حضور در عالی‌ترین سطوح دیپلماتیک اون رو به یک دیپلمات خیلی منحصر به فرد تبدیل کرده بود. کویت سیاست خارجیش بعد از جنگ کویت و اشغالش توسط صدام حسین مبتنی بر امنیت در واقع متکی به ایالات متحده آمریکا بوده و از این جهت ارتباطات خیلی عالی همیشه با آمریکا داشته.
تحولی که در منطقه اتفاق افتاده از طرف یک سری از رهبران جوان مانند محمد بن سلمان، شیخ تمیم یا عبدالله بن زاید متوجه کویت نشد اصلا و اولویت سیاست خارجی کویت در ارتباط با تهدیدهاش هرگز تغییر نکرد و همین دلیل هم با ایران همچنان رابطه خوبی داره و از جمله معدود کشورهای عربی هستش که مثلا در جریان معامله قرن یا عادی سازی امارات با اسرائیل و بحرین با اسرائیل این عادی سازی ها رو محکوم کرد و اعلام کرد که اگر که عادی سازی بخواد به باقی کشورهای عربی هم کشیده بشه کویت آخرین کشوری خواهد بود که عادی سازی بکنه و به احتمال زیاد این سیاست خارجی بعد از تغییر امیر کویت هم تغییر چندانی نکنه. خیلی ممنونم از کیوان حسینی با ما. خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده که دولت دونالد ترامپ سرگرم بررسی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران است تا کل نظام مالی ایران را هدف بگیرد. حدود 10 روز پیش 6 سناتور در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا از او خواسته بودند برای مجبور کردن ایران به تغییر رفتارش و برگشتن به پای میز مذاکره با آمریکا دست کم 14 بانک ایرانی را که هنوز تحریم نیستند تحریم کند. کسرا ناجی در گزارشش می‌گوید دولت آمریکا در طرح در دست بررسی حتی صرافی ها را هم نشانه گرفته. دونالد ترامپ مدت هاست که به دنبال افزایش فشار بر ایران است. حالا خبرگزاری بلومبرگ از قول 3 منبع در داخل دولت میگوید کارشناسان سرگرم بررسی تحریم های تازه هستند که میتواند ایران را بیشتر از پیش فلج کند. تحریم کل بخش مالی ایران و قطع کامل ارتباط مالی ایران با دنیای خارج. تحریم هایی که در دست بررسی است همان تحریم هایی است که 6 سناتور آمریکایی 10 روز پیش در نامه‌ای به دونالد ترامپ خواستار آن شدند. تحریم دست کم 14 بانک ایرانی. آنها نوشتند که دست کم 14 بانک هنوز در ایران به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند و برای مبادلات خارج از تحریم‌ها به شبکه بین‌المللی پیغام‌های مالی یعنی سویفت متصل هستند و باریکه‌ای حیاتی برای اقتصاد ایران باز می‌گذارند. این 6 سناتور تندرو و از جمله تد کروز، تام کاتن و مارک روبیو به رئیس جمهوری آمریکا نوشتند شرایط سخت اقتصادی ایران امروز فرصتی است برای ایالات متحده که رژیم را مجبور کند که به فعالیت‌های مضرش خاتمه بدهد و با شرایط شما به میز مذاکره برگردد. گزارش بلومبرگ حالا حاکی است که تحریم‌های تازه تحت بررسی نه تنها بانک‌ها که بعضی از مؤسسات مالی و همچنین صرافی‌ها را هم نشانه گرفته. صرافی‌هایی که تاکنون می‌توانستند در سطحی محدود بعضی از معاملات را انجام دهند. تحریم‌های تازه هدف دیگری هم دارد. سخت‌تر کردن کار بازگشت به توافق هسته‌ای برای جو بایدن، رقیب انتخاباتی آقای ترامپ، اگر او برنده شود. آقای بایدن قبلا در مقاله‌ای که برای CNN فرستاده بود نوشته بود که فشار حداکثری ترامپ شکست خورده و او برای مجبور کردن ایران به تغییر رفتارش به دیپلماسی رو خواهد آورد. The challenges posed by Iran go far beyond the nuclear issue. تد کروز یکی از سناتورهایی است که از دونالد ترامپ خواسته بخش مالی ایران را کاملا تحریم کند. او اینجا در یک کنفرانس ویدیویی تقریبا 2 ماه پیش گفت فعالیت‌های مضر و سیاه ایران به مسائل هسته‌ای محدود نیست. گسترش فعالیت‌های موشکی، کوشش برای نابود کردن آمریکا و همپیمانانش و از جمله اسرائیل، ایجاد دولت‌های تروریستی در داخل دولت‌های دیگر، در عراق، در یمن، در لبنان، حمایت از رژیم اسد در سوریه و تامین هزینه فعالیت‌های تروریستی در اقصی نقاط جهان. جنگ پیغمبر اسلام هم در جنگ احد مجروح شد. در ایران رئیس جمهوری میگوید شرایط جنگی است و نیاز به بسیج مردم دارد، همانطور که در سالهای جنگ با عراق شاهدش بودیم. مثل جنگ تحمیلی همه بیان، همه کمر ببندن، همه در کنار هم باشیم. فشار حداکثری آمریکا ممکن است باز هم افزایش شود. کسرا نجی، بی بی سی. چند خبر کوتاه. مجلس ایران به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت رأی اعتماد داد. علیرضا رزم حسینی پیش از این استاندار کرمان و خراسان رضوی بوده و در زمان جنگ ایران و عراق با قاسم سلیمانی ارتباط و همکاری نزدیک داشته. او مدتی مقیم کانادا بوده و به همین خاطر مخالفانش در مجلس پرسش‌هایی را درباره احتمال دوتابعیتی بودن او مطرح کرده بودند. آقای رزم حسینی گفته تابعیت کانادایی ندارد.
ایران انتقال تجهیزات نظامی روسیه به ارمنستان از طریق خاک این کشور را تکذیب کرده. استانداری آذربایجان شرقی هم اعلام کرده که کامیون‌های روسیه اجازه خروج از مرز ایران به ارمنستان را ندارند. همزمان با ادامه درگیری بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ، ایروان آذربایجان را به هدف گرفتن یک اتوبوس حامل غیر نظامیان متهم کرده. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم میگوید بمباران ارمنستان جان 10 غیر نظامی را در کشورش گرفته. عربستان سعودی میگوید 10 عضو گروه به گفته آنها تروریستی را که با ایران در ارتباط بودند بازداشت کرده. مقام‌های سعودی گفتند که 3 نفر از بازداشتی‌ها در کمپ‌های سپاه پاسداران در ایران آموزش دیدند. گفته شده که این گروه بمب دست‌ساز، مواد منفجره و اسلحه در اختیار داشته. وزارت خارجه ایران این ادعای عربستان را رد کرده و آن را سناریویی بی‌ارزش و سفارشی خوانده. محسن صهدوست پژوهشگر روابط بین الملل دانشگاه کوینزلند از بریزبن استرالیا با ما هستند. آقای صهدوست، شما اهمیت زمانی این صحبت عربستان رو چطور میبینید؟ درود بر شما. ببینید، این اهمیت زمانی، اون تقارن زمانی با حمله ای که یکی از گروه های تحت حمایت عربستان، گروه الاهوازی، 2 سال پیش در ایران انجام داد، خودش با یکی از عواملی هست که باعث تشکیک در ادعای عربستان در مورد دستگیری این گروه تروریستی در عربستان هست. بنابراین ما فکر میکنم که باید بیشتر منتظر اسناد بیشتر، جزئیات بیشتر در مورد ادعای عربستان باشیم که واقعا ببینیم ادعایی که داره میکنه عربستان چقدر صحت و سقم داره. این که ایران میگه که این سناریو بی ارزش و تکراریه، به چه چیزی اشاره میکنه؟ قبلا اتفاقی مشابه این افتاده بوده که ایران داره بهش اشاره میکنه؟ ببینید، به گمان من، حالا جدا از بحثی که ایران یا ادعایی که ایران میکنه، ما وقتی که کشوری مانند عربستان که به قولی پدرخواننده گروه های افراطی مثل القاعده یا داعش در منطقه هست، چنین ادعایی رو مطرح میکنه، این کشور نمیتونه خودش منبع موثقی برای راستی آزمایی ادعای خودش باشه. به علاوه اون، همونطور که خدمتتون عرض کردم، خب فاکتورهایی هم هستش که باعث تشکیک بیشتر در این موضوع میشه، که خب ایران هم به برخی از اونها اشاره کرده. به عنوان مثال، ابهامات فراوانی در این ادعا وجود داره. ما نمیدونیم واقعا افرادی که دستگیر شدن چه کسانی هستن، محل دستگیری اینها کجا بوده، اهداف احتمالی که اینها داشتن برای انجام عملیات تروریستی چی بوده، وابسته به کدام یک از گروه‌های تحت حمایت از ایران بودن. بنابراین تا حد خیلی زیادی میشه گفتش که حرف ایران میشه بیشتر بهش اعتنا کرد یا بیشتر بهش توجه کرد، در مورد اینکه واقعا شاید این یک، در بدترین حالت، یک برنامه از پیش طراحی شده بوده برای مبرا کردن عربستان از دست دادن یک طرفه به اقدامات خصمانه ایران. ممنونم ازتون محسن صهدوست از استرالیا با ما. نگاهی بکنیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. امیر کویت بعد از یک دوره بیماری در 91 سالگی درگذشت. خبرگزاری بلومبرگ میگوید دولت ترامپ مشغول بررسی تحریم‌هایی برای قطع کامل ارتباط نظام مالی ایران با جهان است. تعداد قربانیان کرونا در جهان از 1 میلیون نفر فراتر رفته. آمار دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از جان باختگان در 3 کشور آمریکا، برزیل و هند بودند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، امروز بار دیگر کشورها را به همکاری برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا دعوت کرد و گفت که جامعه جهانی باید از اشتباهات خود در این مورد درس بگیرد. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. کابوس کرونا بیش از 10 ماه پیش اینجا آغاز شد. ووهان چین. به گفته رسانه‌های رسمی چین، نخستین قربانی مردی 61 ساله بود، مشتری ثابت این بازار محلی. حالا بعد از حدود 262 روز، شمار قربانیان ویروس کرونا در سراسر جهان از مرز 1 میلیون نفر عبور کرده. آمار دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد که قربانیان کرونا در امریکای شمالی و جنوبی بیش از نیمی از کل جانباختگان را تشکیل می‌دهند. نزدیک به 1/4 آمار کل مرگ و میر ناشی از کووید در اروپا بوده و آسیا و خاورمیانه روی هم بیش از 180 هزار قربانی داده.
در افریقا شمار قربانیان از زمان آغاز همگیری کرونا به بیش از 35,000 نفر رسیده. برآورد دانشگاه جانز هاپکینز بر اساس اطلاعاتی است که بسیاری از دولت‌ها در دسترس عموم قرار دادند و آمار واقعی می‌تواند به مراتب بیشتر از اینها باشد. در حالی که هر 30 ثانیه در نقطه‌ای از جهان یک بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست می‌دهد، هنوز نه واکسن تولید شده و نه چشم‌انداز مثبتی از همکاری بین‌المللی برای حل بحران وجود دارد. موضوعی که دبیرکل سازمان ملل را هم ناامید کرده. آنتونیو گوترش میگوید که جامعه جهانی باید از اشتباهات این 10 ماه درس بگیرد. Our world has reached an agonizing milestone. دنیای ما مرحله عذاب‌آور را پشت سر گذاشته. بیش از 1,000,000 نفر قربانی کووید 19. عدد تکان دهنده است. اما نباید فراموش کنیم که زندگی هر یک نفر چقدر مهم است. این قربانیان مادر و پدر بودند، همسر بودند، خواهر و برادر، دوست و همکار. ما می توانیم بر این بیماری غلبه کنیم، اما باید از اشتباهاتمان درس بگیریم. رهبری مسئولانه مهم است. علم و همکاری اهمیت دارد. اخبار و اطلاعات نادرست جان افراد را می گیرد. حالا که کووید جان 1,000,000 نفر از ما را گرفته، دست بردار نخواهد بود. سازمان بهداشت جهانی میگوید شمار کل قربانیان تا زمان تولید انبوه واکسن ممکن است به 2,000,000 نفر هم برسد. البته تا آن زمان اتفاقات مثبتی هم خواهد افتاد، مثل آزمایش کرونا که حالا انجامش اقتصادی تر و دقیق تر شده. I have good news. خبر خوبی براتون دارم. 120 میلیون کیت آزمایش کرونا برای استفاده کشورهای کم درآمد یا با درآمد متوسط مهیا میشه. این کیت‌ها به جای روزها یا ساعت‌ها در 15 تا 30 دقیقه نتیجه آزمایش رو مشخص میکنه. سازمان بهداشت جهانی میگوید هر کدام از این کیت‌ها حدود 5 دلار قیمت دارند و استفاده گسترده از آنها میتواند به مهار کرونا در کشورهای با درآمد محدود کمک کند. محدودیت آزمایش در کشورهای مانند هند و مکزیک که آمار ابتلا در آنها بالاست، یکی از دلایل شیوع گسترده ویروس عنوان می شود. کشورهایی با درآمد کم یا متوسط بیشتر از دیگر کشورها آسیب دیدند. بانک جهانی هشدار می دهد که کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه برای نخستین بار در 2 دهه گذشته با جهش نرخ فقر مواجه خواهند شد. 5,000,000 نفر در اعماق فقر فرو خواهند رفت. این در حالی است که اگر ویروسی در کار نبود، امسال 30,000,000 نفر از فقر نجات می یافتند. حالا راه رهایی برای فقیر و غنی از یک مسیر می گذرد. مسیر علم. تولید واکسن نخستین مرحله عملیات نجات است. شیدا هوشمندی، BBC. در ایران هم سخنگوی وزارت بهداشت میگوید که 207 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان خود را از دست دادند. در همین حال ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت ایران گفته که تهران و اکثر استانهای این کشور از لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران هم از احتمال موج بزرگ کرونا در پایتخت ایران خبر داده. بهنام محجوبی، درویش زندانی در ایران، از صبح امروز در اعتراض به انتقال اجباری به بیمارستان اعصاب و روان امین‌آباد دست به اعتصاب قضا زده. صالح حسینی، همسر آقای محجوبی، هم گفته که در روزهای گذشته وضعیت جسمانی همسرش وخیم شده بوده. اما بهداری زندان به جای داروهای تخصصی روزانه 14 قرص آرام بخش به او داده و تهدیدش کرده بوده که در صورت نپذیرفتن داروها او را به بیمارستان روانی منتقل خواهد کرد. خانم حسینی از آخرین وضعیت همسرش به BBC فارسی گفت. صالح حسینی هستم، همسر بهنام محجوبی. امروز زنگ زدیم بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد با کلی دردسر و التماس. گوشی رو دادم به بهنام. بهنام اصلا حالش خوب نبود، زبونش افتاده بود، خیلی شل صحبت میکرد و اینکه گفت بهش یک آمپول زدم، نمیدونم آمپولش چی بوده. حالش اصلا خوب نبود و گفت اعتصاب قضا کرده و اینکه از زندان با ما تماس گرفتن، گفتن که در مورد کار بهنام پیگیری کردن. رئیس زندان گفته که تا 24 ساعت آینده برش میگردن، ولی برنگردوندن. دوباره بچه ها رفتن پیگیری کردن
گفتن چون که رفتین رسانه ایش کردین ما همچنان نگهش میدانیم، برای اینکه ما رو تهدید کردن. ما هیچ خبر دیگه از بهنام از صبحی نداریم. پیشتر از تغییر رحمانی فعال ملی مذهبی درباره دلایل افزایش فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده هایشان پرسیدم. قوه قضاییه وسیله سرکوب و کنترله. به این خاطر زندانبان هم از این نتیجه گرفته. ولی خب خانواده زندانی باید اطلاع رسانی کنه و شدت فشار بیاره پایین. چون قوه قضاییه اینا وسیله سرکوبه. چرا فکر میکنید که اینقدر فشارها زیاد شده، اینکه به بیمارستان روانی منتقل کنن یا دارو تزریق کنن؟ در موارد دیگه شنیدیم تهدید به اعدام، و در روز گذشته هم پدر یک زندانی سیاسی خبرش اومد که خودکشی کرده، که به هر حال وکلاش میگفتن که تحت فشار بودن خانواده. ببینید صداهای سیاسی در ایران به جایی نمیرسه. آقای خامنه‌ای دیگه هواداران عدالت طلبشو شاد نمیکنه. یا تا پیامی که برخی از چهرهای اپوزیسیون میدن برد نداره دیگه. آقای موسوی خونیا به انتخابات دعوت میکنه، کسی گوش نمیکنه. یعنی جامعه مدنی احساس میکنه بی‌پناه است و اعتراض میکنه. و این اعتراض پراکنده است. دراویش بسیار تحت فشار و ستم بودن تو این چند سال. و این جامعه مدنی معترض حکومت میخواد ناامیدتر کنه. دستوری که زمینه اعتراض وجود داره و اعتراض ادامه پیدا خواهد کرد. ولی تمام ارتباطات اتصالی جامعه مدنی به کنش سیاسی مؤثر حکومت داره قطع میکنه. این واقعیت بایدش از آسیب شناسی کرد. ولی زمینه اعتراض وجود داره. زندانی تحت فشار قرار میدن، پیام میدن به دیگری تو ناامید شو. ولی یک انگیزه میخواد در این شرایط سخت که زندانی ها به اصطلاح خانواده‌هاشون اطلاع رسانی کنن و زندانی ها که مقاومت میکنن یک خط استراتژیک هم تو ذهنشان باشن. رسانه ها سعی کنن صدای اینا باشن و سعی کنن که به اصطلاح معروف صدای گسترده همه اینا باشن. ولی حکومت همیشه از سرکوب نتیجه گرفته، یعنی تا اون روز فینالی که باید به اصطلاح معروف باید تعیین تکلیف بشه. قوه قضاییه ایران از روزی که شکل گرفته بعد از انقلاب همین روشی داشته. این سنت لاجوردی است. زندانی باید روش کم بشه، زندانی باید کوتاه بیاد، زندانی نباید صدای موزش در زندان تکرار بشه. اینجوری به اصطلاح از نظر ما آدم نشده تا بدنه قوه قضاییه اثر کنه مفید برای این ویژگی سرکوب. و همین خاطر در این شرایط سخت به این زندانی هایی که یه مقدار مقاومت میکنن و میخوان صدای خودشان باشن خب سختی بیشتری گرفته میشه. تقیه رحمانی توضیح میداد، فعال ملی مذهبی. عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه افغانستان در سفری به پاکستان گفته که اکنون فرصت آن رسیده که شعارهای تکراری و تئوری‌های توطئه کنار گذاشته شوند و فصل تازه‌ای در روابط اسلام آباد و کابل آغاز شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هم گفته که برای آینده مشترک دو کشور به شناخت و درک تازه‌ای نیاز است. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. سفر آقای عبدالله پس از 12 سال به پاکستان با استقبال نسبتاً بی‌پیشینه‌ای همراه بوده. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، امروز در انستیتیوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد این سفر را بسیار مهم از نظر زمانی عنوان کرد. او گفت حالا این صدا به رسمیت شناخته شده که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و مذاکره تنها راه و بهترین راه است. آقای قریشی درباره طرف‌های اخلالگر نیز هشدار داد. همیشه اخلالگران وجود خواهند داشت که باید مراقب آنها باشیم و آنها را شناسایی کنیم. افراد زیادی هستند که از اقتصاد جنگ سود می‌برند. دکتر عبدالله، we want to be friends. دکتر عبدالله، ما می خواهیم با هم دوست باشیم، نه آقای یکدیگر. این پارادایم درک و شناخت تازه است. اگر می خواهیم با هم در صلح زندگی کنیم و آینده مشترک را رقم بزنیم. رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان نیز گفت که حالا فرصت آن رسیده که ملت‌های افغانستان و پاکستان در انتخاب‌های استراتژیک خود تجدید نظر کنند و چشم‌انداز تازه‌ای را معرفی کنند. به این باورم که زمینه ها و فرصت های فراوانی برای همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی وجود دارند.
و با در نظر داشته وضعیت کنونی جغرافیای سیاسی منطقه فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری فراهم گردیدند. بنابراین دو کشور بیشتر از هر زمانی به همکاری مشترک و تعامل بیشتر برای همزیستی مسالمت آمیز و مرفه نیاز دارند. دولت افغانستان بارها و بارها پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته که راه صلح افغانستان از اسلام آباد می گذرد. پاکستان اما حمایت از طالبان را همواره رد کرده. همزمان امروز دولت پاکستان اعلام کرد که پس از 6 ماه گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدک بین پاکستان و افغانستان را باز کردند. گسترش ویروس کرونا سبب شده بود که این گذرگاه‌ها مدت‌ها بسته بمانند و حالا قرار است که در هفته 4 روز باز باشند. در دوحه قطر، جایی که هیئت‌های طالبان و دولت افغانستان حضور دارند، هنوز گره تعیین طرز العمل مذاکرات باز نشده و این یعنی هنوز روی موضوعات اصلی هیچ بحثی صورت نگرفته. در این اوضاع وضعیت جنگ چندان تغییری نکرده. امروز در نتیجه انفجار مین در ولسوالی کجران ولایت دایکندی 14 غیر نظامی کشته شدند. 7 زن، 5 کودک و 2 مرد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. پرسپولیس تنها نماینده باقی مانده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا فردا در یک مسابقه حساس برای رسیدن به مرحله نیمه نهایی با پاختاکور ازبکستان روبرو می شود. پاختاکور در دور قبل تیم فوتبال استقلال از ایران را حذف کرده بود. نشست خبری دو تیم ساعتی پیش در دوحه به پایان رسید. صحبت‌های امید علیشا کاپیتان تیم پرسپولیس را بشنوید. جا دارد بنده هم تسلیت بگم پنجمین سال روزه پرواز ابدی کاپیتان فقید پرسپولیس رو و اینکه امیدوارم روح شاد باشه و بتونیم فردا انشالله خوشحالش کنیم. از اینکه بازی سختیه خب مطمئنا شکی نیست، ولی خب وجه تمایز تیم ما با سایر تیم ها فکر میکنم دلگرمیه که هوادارامون بهمون میدن و میدونید که حالا در عالم هستید یک سری انرژی های مثبت و منفی وجود داره که به تک تک افراد خب تأثیر گذاره و اون انرژی مثبتی که ما از هوادارمون میگیریم مطمئن باشید که فردا به بچه ها کمک خواهد کرد. امیدوارم خب اتفاقات خوبی برای اون فردا بیفته و راهی فینال آسیا بشیم به امید خدا. ما هم برای نماینده ایران در این مسابقات آرزوی موفقیت میکنیم. به پایان این بخش خبر میرسیم. مثل همیشه میتونید برنامه‌های ما رو در وبسایتمون ببینید، میتونید آدرس برنامه‌هامون رو و همینطور زمان پخش برنامه‌ها رو هم از وبسایت ما به دست بیارید. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.